حسام پاشو، مگه مهمون نداری؟ پاشو. ساعت چنده؟ ساعت 8. داری فیلم میگیری؟ حسام نمیخوای بلند شی واقعا؟ مگه با تو نستم مامان که همه کارمو کردم دیگه، خونه هم که تمیزه. پاشو کلی کار داریم، خونه هم تازه هنوز کار داره. کار ندارم. ناهار امروز با حسام، البته غذای اصلی و اتفاق خیلی خوبیه وقتی آدم مهمون داره. ولی من چون میدونستم که صبح تا ویندوزم بالا بیاد طول میکشه، اینا رو از دیشب آماده کردم. دیشب رو یادت رفت بگیر. آها بله، از دیشب آماده کردم. ما دیر تصمیم گرفتیم بلاک بگیریم. تادا الان من دوست چه یخ چاب شو من ببینم. و اون یکیش کن پردی؟ راستی نون توست پرسیدی داری؟ افاده باشه. ولی کنون نمیدونم. خب ما بریم بقیه غذای سما پیدا کنیم. من بیام خونه رو به شما نشون بدم، خونه ای که هنوز اونجوری مرتب نشده برای اومدن مهمونا، ولی دیگه ما گفتیم طبیعی تر باشه. خب میز تلویزیون ما هیچ وقت واقعا مرتب نیست، دلیلش هم این سیما اینجاست. بابای حسام افتاده. بله سیمای پیسپو که همیشه آویزونن، یه بر یه گیاه من افتاده و گیاهامون. این چی بود؟ شفلرا یا شلفرا؟ اسم شفلرا فکر میکنم بود. و سانسبریامون هم ویو قشنگمون حسابی بهش می‌نازیم. و اینجا رو من نمیدونم این نخل ما چرا داره کج میشه، ولی آگنونمای ما کلا از دست رفته. یعنی دیگه آگنونما نه تو اینجا چیکار می‌کنی؟ و مجسمه آشپزخونمون، که آشپزخونمون خیلی تمیز نیست همونجوری که میدونید، ولی چون صبح ما بیدار شدیم حسام برامون قهوه گذاشته، قهوه فرانسه. و بابای اونجا چقدر به هم ریخته است، اشکال نداره. این قسمت خونمون، من خودم خیلی اینجا رو دوست دارم، اینکه قسمت خیلی جدای از خونه هم نیست واقعا، ولی اینجا این که لپتاپ من، اسپیکرمون و اینجا این کتابخونه کوچولومون رو من خیلی دوست دارم. و این بچه این مال ما نیست، این ما اینجا اومدیم این بود. اینا هم که من نمیدونم چرا اینا این برن، اینا معمولا اون ته میمونن، یعنی اینا مانونن باید اینجا یا خدا اینجا باشن، چون جایی مناسب تری براشون نداریم. میز نهارخوریمون که میز درس و کار منه، و این آینه محبوب حسام جان مسکه دارن برنج حالا هی میدونه دارم ویدئو میگیرم اصرار داره کار کنه. آشپز خونم هم بچینی جزایی برای دیدن نداره واقعا به نظر خودم. خب بریم اینجا. خب اینجا من بهتون نشون بدم، اینجا که در اصلا ممونه، اینجا دستشویه، اینجا این سه تا تابلوها رو ما قراره بس کنیم تا قبل از اومدن مهمونامون، به خاطر اینکه تازه هم بهمون رسیدن. کجا قراره بس کنیم حالا تو ویدئو بهتون نشون میدم. و اینجا این تاخچه ای که بازیامونو گذاشیم برای نصفشون که این دکور درست بشه، و اینجا عکسامون، عکس من مجبورم نشون ندم به خاطر اینکه عکس بی حجابه.
و این اتاق که اتاق کار ماست، اتاق کار ماست، این بعد در همون بازه. اجازه بدید من در همون ببرم، چون واقعا همون چیز جذابی برای دیدن نداره. این اتاقم نسبتا به هم ریخته است، معمولا این اتاق به هم ریخته است به خاطر اینکه ما هر چقدر جمع و جور میکنیم مثلا سازهای حسام خیلی جای مناسبی براشون وجود نداره و این کمد که حسابی به هم ریخته است، همه چیز ما میچپونیم اون تو و این قفسه ها و جارو برقی. خب اینجا هم بچه من بهتون نشون بدم، ما اینجا رو به کمتر کسی نشونیدی. اینجا چهار تا قفسه هست، 5 1 2 3 4 5 6 تا قفسه هست که از اول بوده، یعنی ما اینا رو نذاشتیم، همه چی اینجا گذاشتیم دیگه. اینجا که کتابمون، این پایین سه ردیف کفشامون به خاطر اینکه جا نمیشد، اون بالا هم خیلی چیزهایی هستن که اصلا نمیدونم چیان. چرا البته میدونم چون تازه تمیز کردم. اینجا هم استند ساعتامونه و اتاق محبوبمونم. واقعا میتونم بگم این اتاقه به خاطر این تراسی که داره و منظره بیرونش که خیلی حس خوبی به همون میده. بله. و اتاق خواب اصرار ندارم خیلی کامل بهتون نشونش بدم چون خیلی کثیفه، ولی آخ بند رخت و چرا ما حالا هیچ وقت این بند رخت اینجا نیست. بله دمپایی و جوراب و همونطوری که مشاهده میکنید، بله کیسه ساس حسام هم اینجاست. گیر میشم از دست کیساش آخر. و پنجره قشنگ اتاقمون، و این هم بهتون نشون بدم که من به دلیل نامعلومی دارم از دستش میدم، واقعا نمیدونم چرا. بله پشت در اتاق خوابم یه اینجور وضعیتیه. خب دیگه من این دوربین بذارم کنار، بریم سراغ آماده سازی خونه برای مهمونا، میوه چیدن و میز وسط و چیدن، و بعد دوباره میام ویدئو میگیرم. چیکار میکنی؟ چی من میخوام؟ وای حسام این جریانش میدونین چیه؟ ما بویاییمون رو از دست دادیم، وای اینجا داره خورد میشه برای کرونا و اتفاقی که افتادیم که این سوخت رو ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم واقعا نشده. خب من قضیه اصلی که با شماست، من میخوام سالاد روسی درست کنم. وای چه رو من ریخت فرقش چیه با سالاد ایرانی؟ خب این واقعا یه جور چیزه، انگار که یه وعده کامل خودش، به خاطر اینکه فیله توش می‌ریزیم و سبزیجات کامل، یعنی این سبزیجات کامل که البته الان اینجا هستم میتونی نشون بدم. چراغش رو روشن کن. هویج و هویج و ذرت و نخود فرنگی و اینجور چیزا، کالباس خیلی ها به جای فیله میریزم توش که من خودم دوست ندارم، این ترجیح میدم که کالباس بریزم ولی فیله هم میریزم. بعد دیگه ببینیم غذای تو بهترم شه غذای من. من ادعای تو آشپز ندارم، شما خیلی ادعا دارید. وسط رو بگیر، بالا باش، اینجا خوبه؟ نه یکم یه پایین تر، پایین تر. آره اینجا خوبه، یکم بالا تا کج هم گرفتش. صافش کن.
فنجون و پیش دستی هم گذاشتم دم دست، غذا که روی گازه، سالادم که توی یخچاله. اوی توی یخچال رو بهتون نشون بدم، فقط ببینید چه وضعیه، چون خریدام رو نتونستیم درست جا بدیم. آره خلاصه گفتم همه چی رو بهتون نشون بدم. حسام جونم که داره استراحت میکنه بعد از آشپزی سر، میزمونم چیدیم. فقط من این انبار رو نمیدونم چرا این شکلی کردم، نتونستم خیلی قشنگ مدل بدم. خلاصه اینم از خونه، اودم روشن کردیم اونجا و در انتظار مهمونا. حسام جون چه احساسی داری از این که مامان بابا برای اولین بار دارم میان و مادر جون؟ مادر جون که آره خونه قبلی که اومده بودن ولی خونه اینجا بار اوله دیگه. اینجا هم خوشحالم بود. مامانه که نیستن ایش وقت که را داشتن. مامانه منم یه بار اومده کنن تحویلمون نمیگیرن. الان میخوام بیام بالا. آره لحظه ما اود و مافین بگیری دوار آسانسور اومدن. سلام خیلی خوش اومدین. وای چرا گونه بردی؟ بلاگ مهمونی دادن ما. خدافظ.